سلام من علیرضا اردوبادی هستم مؤسسه مدرسه این اینورس و در این برنامه لایو میخوام در مورد بود کمپ این اینورس باهاتون صحبت بکنم مدرسه این اینورس تقریبا یه 5 6 ماهی مونده بود که کرونا موجش از راه برسه که مدرسه آنلاین رو را راه انداخت و بعد که کرونا اومد اساسا جریان مدرسه آنلاین خیلی جدی تر شد و بعد هم ما تغییراتی در سازوکار آموزشیمون ایجاد کردیم تغییرات خیلی بنیادین و اساسی که نهایتا کمک کرده در واقع به دسترس پذیر بودن دوره هامون و همینطور پیشرفته تر شدن برنامه حضوری که میخوام توی این برنامه در موردش صحبت بکنم حدود یک سال و نیم پیش بود که در یک برنامه لایف من یک کلیاتی از برنامه بودکمپ های اینورس و کلان اینورس جدید صحبت کردم که ازتون از میخوام که بخشی از این رو الان اول ببینیم با هم. کمپ ها پروژه های اجرایی و عملی هستند که هنرجوها روی اونها کار میکنن توی این ساختار آموزشی که طول زمان اون بین 3 تا 45 روزه هم منتور و هم مدرس از لحظه اول هنرجوها رو ساپورت میکنن و تمام کسایی که توی بودکم شرکت میکنن از همون ساعت اول شروع میکنن روی یک پروژه عملی کار میکنن شاید هیچ وقت اینورس قبل از این چنین آموزش عمیقی رو نداشته به خاطر اینکه نحوه برخورد ما با آموزش کاملا پروژه محوره و از طرفی به دلیل حضور مدرس و منتور و اینکه پروژه‌ای کار میشه یه جورایی بچه ها فوت فن کوزگری رو یاد میگیرن چیزی که شاید باید سالها در بازار کار تجربهش کنن از مزایای دیگه بودکمپ میشه به زمان کوتاه اون اشاره کرد به خاطر اینکه شما طی چند روز آدم های حرفه ای رو دور خودتون میبینید که به کمک اونها پروژه میبندید و خیلی سریع میرید توی عمق ماجرا موضوع دوم پروژه محور بودنش به ذاته یعنی اینکه اصلا آموزش های تئوری خیلی توی این هیته وجود نداره شاید منتورها نکته ای داشته باشن که به شما بگن اما شما خیلی واقعی به قولی دستتون رو گلی میکنید و با کار آشنا میشید موضوع بعد بستر نتورکینگه شما افرادی رو میبینید توی این بودکمپ ها که میتونید باهاشون کانکت بشید و کانکت شدن شما با اونها یعنی اینکه اتفاقات خوب در آینده چون میتونید با هم بعد پروژه بگیرید انجام بدید یا با هم یه استودیو رو تاسیس کنید و به هر حال نتورک خودمون میدونیم که یعنی همه چیز و سهولت در اقامت مقوله بعدیه یعنی اینکه شما به جای اینکه هر هفته بخواید بیاید تهران و برید اگر در تهران زندگی نمی کنید الان میتونید یک بار بیاید تهران سه روز چهار روز پنج روز هفت روز یه یعنی جا مستقر شید و بعد بود کمپتون تموم میشه و برگردید به شهر خودتون یعنی لازم نیست دائما در حال رفت آمد باشید و هزینه های رفت آمد رو بپردازید و در نهایت موضوعی وجود داره که از همش مهمتره و اون هم اینه که بود کمپ این فرصت رو به شما میده که پورتفولیو برای خودتون بسازید چون کاری که دارید توی اون چند روز میبندید در واقع یک کار واقعیه و یک پروژه بسیار با کیفیته که بعد میتونید به عنوان نمونه کار خودتون همه جا ارائه بدید خب موضوعی که وجود داره اینه که ما برنامه حضوری که سالیان سال داشتیم و خب در سالهای منتهی به 97 و 98 بوده 2500 نفر دانشجو رو به شکل حضوری در واقع سرویس میدادیم الان برنامه عوض شده این شکلیه که ما برنامه حضوریمون که اون بودکمپ ها باشن بخششون در واقع بودکمپ هاست به شکل کاملا پیشرفته است یعنی افرادی که توی دوره در واقع حاضر میشن افرادی که اون موضوع رو از قبل بلدن من یه مقایسه یک به یک میخوام انجام بدم بین مدل دوره هامون در قبل و همینطور بود کمپ ها در حال حاضر که بگم چه تفاوت های بین اینها وجود داره موضوع اول اینکه وقتی افراد در در واقع گذشته یه دوره رو میمونن تو این شرکت میکردن سه ماه چهار ماه باید هر هفته بعضی وقتا رو بعضی دورها ها هفته دو بار باید میومدن اینورس و زمان در واقع زیادی رو باید میذاشتن هم رفت آمد میکردن هم چند ماه بالاخره میومدن حالا این خودش باعث شد بعضی وقتا خیلی از افراد نتونن همه یه سه چهار ماه همه دوره رو بیان یعنی این یه خودش یه موزلی بود یه مشکل پیش میومد کار پیش میومد اذیت میشدن به هر دلیلی سختشون بود همه جلسات رو بخوان شرکت بکنن الان کاملا و به شکل منسجم در چند روز برنامه پشت سر هم برگزار میشه حالا ما قالب بود کمپا که داریم طراحی میکنیم 4 5 روزه ولی میتونه کمتر یا بیشتر هم باشه ولی غالبا الان 4 5 روزه داره طراحی میشه خب این خیلی موضوع مهمیه که در واقع افراد بتونن چهار پنج روز متمرکز روی دوره باشن خیلی از بچه‌ها که قبلا کلاس می اومدن بودن که خب جای مختلف داشتن کار میکردن و نمیتونستن هر هفته مرخصی بگیرن یا بچه بودن که تهران زندگی نمیکردن و اونام خیلی اذیت میشدن یا خیلی هزینه بر بود براشون اینکه هر هفته بخوام بلنشم بیان این ورس الان این خیلی در واقع شرایط شرایط بهتری شده که چهار پنج روز کاملا متمرکز روی یک موضوع بخوان افراد کار بکنن پس میشه موضوع اول موضوع دوم اما همسط بودن بچه ها در ابتدای دوره است ببینید وقتی ما زمانی که در طول سالهای قبل دوره هامون رو برگزار می کردیم بعضی وقتا توی کلاس افرادی بودن که هیچی از اون موضوع هیچ ایده نداشتن فقط جالب بود که یاد بگیرن یک مثلا موضوع رو واسه همون دوره رو شرکت میکردن بعضی هم پیشینه خیلی حرفه‌ای داشتن و اومده بودن به عنوان در واقع تحصیلات تکمیلی به اون دوره نگاه بکنن خب این دو نفر این دو فرد تو یه کلاس توی یه گروه میافتادن چون واقعا انتخابا یعنی انتخاب و معیاری وجود نداشت ثبت نام می‌کردن سر کلاس دیگه و خب این خودش رو خراب میکرد به خاطر اینکه اونی که کمتر بلد بود همش احساس میکرد که من هیچی یاد نمیگیرم خودشو مقایسه میکرد اونی که خیلی مسلط بود رو موضوع احساس میکرد که وقتش داره تلف میکنه به خاطر اینکه خب بقیه خیلی اطلاعاتی ندارن در نتیجه این موضوع همه الان حل شده نمیشه گفت کاملا یک ولی ولی تقریبا بچههایی که الان میان سر بود کمپ ها هم خواهند بود به اینکه دوره های آنلاین خودمون رو از قبل گذروندن و دوره هاشون رو هم تموم کردن و یک امتیاز ثبت شده ای توسط سیستم وجود داره واسه این افراد که اون امتیاز که بخشش توسط معلم داده شده کاملا مشخص میکنه که اون فرد در چه سطحی قرار داره و بر اساس همون سطح با ثبت ها رو انجام میدیم پس بچههایی که میان تو بود کمپ ها تقریبا هم سطب. این هم بودن کمک میکنه که خیلی زود به نتیجه بتونن برسن و یه سری هواشی به شدت کاهش پیدا کنه پس این میشه موضوع دوم موضوع سوم اما چیز دیگه ایه اینکه ما کاملا پروژه محور داریم برخورد میکنیم تو برنامه های بود کمپمون چون بچه ها به طور پیشفرز آموزش رو دیدن حالا روز اول بود کمپ ها معمولا یه ریویوی انجام میدیم روی در واقع آنچه که آموزش داده شده به این افراد ولی باز میگم چون بچه آموزش رو دیدن تکلیف روشن کاملا خیلی سریع میتونیم بریم سراغ پروژه و متمرکز باشیم روی پروژه بستن چرا پروژه بستن اهمیت داره به خاطر اینکه این پروژه ها بخش از پورتفولیوی شما میشه یعنی شما فردا اگه بخواید برای شرکتی پروژه انجام بدین یا بخواین جای استخدام بشین این طبیعتا این جزء پورتفولیوی شما میشه این کاری که دارین انجام میدین و این خیلی کردیت زیادیه در واقع و چون به خاطر اینکه این یک این ای پروژه واقعی رسما یعنی این کاری که کار جدی انجام دادین از طرف اینورس هم برنامه‌هایی داره که نمونه کارهایی که در بود ها تولید میشه رو یه جوری دیگه پروموت بکنه با یک لول دیگه پروموت بکنه و این طرف هم اینوست در واقع یه جوری بوست میکنه کار شما رو واسه اینکه خوب دیده بشه پس این مزایا رو هم مشخصا بود ها دارن موضوع دیگه ای که در بود ها موضوع چهارم وجود داره اینکه یک فضای هست در واقع بین شما و هم کلاسی های شما که همه یه جورایی کسایی هستین که دارین توی بازار حرفه‌ای کار میکنین یا به زودی وارد بازار کار حرفه‌ای میشین یعنی یا فردا شما شرکا خواهید بود یا رغبا خواهید بود یا دوستان خواهید بود خلاصه این شکلیه نتورکی که این وسط ایجاد میشه خیلی ارزشمنده به خاطر اینکه هایی که دارن تو دوره میان الزامن هم کلاسی نیستن من خیلی اسمشو کلاس نمیتونم بذارم این بیشتر از یک کلاسه من همه این افراد و بچه های ای میبینم به خاطر همین در واقع این در واقع ارتباط کاری که بینشون شکل میگیره فوق العاده ارزشمنده شاید به همین راحتی در سالهای آینده همچین فرصتی براشون پیش نیاد و فکر میکنم که ما هم یه برنامه‌های البته اضافه تر از سازمان داریم واسهش که حالا سعی میکنیم که تو خود بوت این برنامه رو اجرا بکنیم و بتونیم مهمونی دعوت کنیم یا در واقع فضای خاصی واسه این قضیه قرار بدیم و خب این بستر نتورکینگ هم بستر بسیار بسیار مهمیه که خیلی ارزشمند راستش و میشه خیلی خوب ازش استفاده کرد اینم پس از موضوع نتورکینگ که اینم حالا ارزش ویژه خاص خودش رو داره نهایتا نکته نهایی اینه که تمام افرادی که میخوان در بود کمپا شرکت بکنن باید که دورهشون رو تموم کرده باشن چون مدرس در طول دوره های رو قرار داده و فیدبک ها رو به شما میده و این فیدبک ها هر میشه که امتیاز و این امتیاز در سیستم ثبت میشه و بود کمپ ها برای کسایی که دوره هاشون رو تموم کردن اگر دوره یا دوره هایی رو از این ورس تهیه کردین که هنوز تموم نکردین اول اصلاً از همه ازتون خواهش میکنم به این تمرکز کنید و سریعتر تمرینش رو بفرستید اینکه چه بود کمپی چه پیش نیازی داره به ازای هر بود کم متفاوت خواهد بود در ما هر وقت بود کمپی رو برگزار کنیم اعلام میکنیم که این بوت چه پیش نیازهایی داره فعلا در واسه تابستون چندین بوت کمپ رو داریم برنامه‌ریزی میکنیم اولیش آنچه که مشخصه تا الان در واقع اعلام عمومی کردیم بوت کمپ استاپ موشن ثبت نامش به زودی شروع میشه اگر روز بچه ها استاپ موشن هستین سریعتر بیاین تمرینتون رو تموم بکنید کار رو بفرستین که بتونید در واقع واجد شرایط بشین برای اینکه بوت کمپ کمپ رو بهتون باز بشه این موضوع رو خیلی جدی بگیرید به خاطر اینکه میگم ما همونطور که گفتم ما میخوایم بچه هایی نسبتا هم سطح توی دوره ها داشته باشیم حالا دوره هم میگم غلط توی برنامهمون داشته باشیم این در واقع مستلزمه که اون افراد دورهشون رو تموم کرده باشن ما بدونیم تو چه سطحی دوره رو تموم کردن یعنی امتیازشون هم مهمه در این در واقع هینتی که میتونم بدم من استاپ موشن دوره های بعدی هم برنامه بعدی هم داره پشت سر هم بسته میشه و به زودی بقیه برنامه هم اعلام میشه نهایتا من فکر میکنم که این بودکمپ ها یه جورایی یه جذابیت خیلی ویژه خواهد داشت به خاطر اینکه چیزی خیلی فراتر از ورکشاپ هایی که ورس در طول سال ها برگزار میکرد چون ما چیزی بوده مثلا 300 ورکشاپ در طول 10 سال برگزار کردیم خیلی زیاد بوده تعداد ورکشاپ ها. این خیلی فراتر از اون هاست. کاملا اجرایی کاملا عملی کاملا شما کار میکنید و پروژه انجام میدید و هم واقع منتور کنارتونه و کار بسته میشه این خیلی مزیت بزرگیه موضوع دومش هم اینه که خیلی سریع کارتون دیده میشه و اینورس هم شما رو بوست میکنه بارد بازار کار بشه من احساس میکنم اتفاقی که قبلا در یک سال میافتاد در دو سال میافتاد الان خیلی سری میتونه اتفاق بودید. شما یه کورس سری میگذرونید و بوت کمپش شرکت میکنید و در واقع سریع سریع هم دیده میشید خیلی مسیر مسیر حرفه‌ای مسیریه که خیلی از افراد آخه میمدن ورس عملا واسه اینکه فقط تجربه کنن خیلی از افراد الان میتونن آنلاین تجربهشون رو بکنن دیگه تجربه میکنن و میبینن دوره چجوریه ادمه که جدی باشن میان بود کمپ یعنی همون موضوعی که ما همیشه باش مشکل داشتیم قدیم و اینجوری بود که از هر کرسی مثلا از هر دوره‌ای دو نفر آدم جدی پیدا میشد بعد تا این دو نفر رو بخواد تبدیل کنی به یه گروه ده نفره دو سال طول میکشید چون از مثلا یه دوره هر فصل یه بار برگزار میشد از هر فصلش یه نفر دو نفر کار درست در می اومد خیلی سخت و عجیب بود الان خیلی منطقی تر شده خیلی فکر میکنم حرفه تر میشه قضیه خیلی من بهش خوش خیلی امیدوارم و خیلی هم خوشحالم که بعد از دو سال خورده برنامه حضوری رو تو یک سطح جدیدی از آموزش قرار تجربه بکنیم و امیدوارم که خیلیاتون چون من می دادیم به من مسیج میدادین به اینوست مسیج میدادین به همکاره من و هم بالاخره ما به فیدبک بینیم در جریان هستیم امیدوارم که خیلیتون رو ببینم و در واقع در برنامه بود کمپ مشارکت داشته باشین برنامه از طریق اینوست سوشال میدیا ها و ایمیل و خلاص سایت و اینا اعلام خواهد شد و همطور که گفتم ما از تیر ماه برنامه بود کمپ رو داریم استارت میزنیم مرسی از اینکه توجه کردیم به این برنامه موفق باشین با امیدیدار